همش دنبال نمیدونم نمایشنامه‌های مدرن و پست مدرن غرب و فلان و اینا بودیم، بیخبر بودم از ادبیات خودمون، از نمایشنامه‌های خودمون، از تاریخ ادبیات دراماتیک خودمون، چیزی که با پوست و استخون لمسش کرد. بریم یک نمایشنامه خیلی خفن بهتون معرفی کنم. ادامه ویدیو رو با من باشید. سلام دوستان، به کانال اکتینگ جرنی سفر بازیگری خیلی خوش اومدید. من داریوشم رشادت، بازیگر، کارگردان و فارغ التحصیل تئاتر از هنرهای زیبای دانشگاه تهران. خواهش میکنم لایک، کامنت، سابسکرایب به ماندگاری این کانال و انگیزه دادن به من و تیم ما بسیار بسیار کمک میکنه. پس اگر در نهایت ویدیو رو دوست داشتید، مفید بود براتون، خواهش میکنم کامنت های خودتون و لایک خودتون و سابسکرایب کردن خودتون رو دریغ نکنید ازمون. پک آموزش بازیگری حرفه‌ای قدم به قدم. نمیدونم که در این ویدیو رو میبینی، الان که 27 فروردین 1301 تو تخفیف 90%، یعنی تخفیفی که برای عید گذاشته بودیم، ادامهش دادیم تا چند روز، فعلا ادامهش دادیم به درخواست بچه ها. پر از تمرینات خفنه، قدم به قدمه، تمرینات حرفه‌ای بازیگری توشه، تمرینات جهانی بازیگری توشه. بارها هم در مورد پک بازیگری تو ویدیوهای قبل، تو ویدیوهای مختص خودش صحبت کردم من حسابی کافی و کامل، و در کنارش هم گروه‌های تلگرامی و یا آنلاین مربوط به بچه‌های پک. واقعا کمک کننده است برای کسی که واقعا میخواد بازیگر خوب بشه، رشد بکنه، تمرین بکنه، کار بکنه. اطلاع رسانی که انجام میشه از طریق پیج اینستاگرام و کانال تلگرام و یک همون گروه های رایگان تلگرام، اون چنل تلگرامیه که لینک همشون توی دیسکریپشن، هر گروه یا هر چیزی که هست توی دیسکریپشن هست اون پایین. لطفا تو این چنل ها، تو این پیج ها عضو بشید، این راه ارتباطی من با شماست. از این طریق اطلاع رسانی ها رو میتونم انجام بدم. چیزی بخوام معرفی کنم، ورکشاپ بخوام بذارم، جلسه بخوام بذارم، میتینگی بخوام بذارم، تخفیفی بخوام بذارم، یا تو اینستاگرام الان جدیدن بچهای تیم سفر بازیگری چیزهای خیلی خوبی دارن شیر میکنن، حتما دنبال بکنید پیج اینستاگرام actingjourney.dr رو. بریم سراغ ویدیو امروز. به پیشنهاد یکی از بچه ها امروز گفتم بهتون یک نمایشنامه معرفی کنم، ولی نخواستم فقط یک نمایشنامه باشه، خواستم هم یک خاطره باحالی که پشت این نمایشنامه هست رو براتون بگمش و هم یک مونولوگ خوبی که توی نمایشنامه هست چه برای دخترها چه برای پسرها معرفیش بکنم. نمایشنامه پایین گذر سقاخونه که ما اجراشم کردیم، این فکر کنم خانه انتظامی اجرا رفتیم اینو 2013 92 آذر 92. برای سلامتی تاهر ملا خانی پهلوان مهد صلوات خط کن. یعنی هستش واسه ما کاپ بود که دوباره برگشت سر کار. حالا کی اول شده، کی دوم، رنگ بیداده، کی چی؟ آزو نوبتی آمدی؟ موضوع قدرت آغاز آمدی؟ آدم کرکی چهره نمیشه قباله یه فریبور تو ترون لینگر. از این طرف همین جوجه وحشی با میسه واسه ما بابا شمدی. ما میخوام این را سبر همون باشه، خون از دماغ ما که نه هیچکی نیا. آگیرن بکن خرافه، تلفن برا بر بده، ما جا نیستیم که فری خواهم چخ باشی، سه مغز بیشتره مگه میکشه درست بردار سر مصبت فری بره نمیدیم. آه حالا دیگه زیر گذر آره؟ القصه، ما ترم ما وارد دانشگاه تهران شدیم، دانشگاه تهران بودیم، بالاخره تاریخ میخوندیم، تاریخ تئاتر میخوندیم، تاریخ تئاتر غرب میخوندیم، تاریخ تئاتر شرق میخوندیم، و ترم یک، ترم دو، ترم سه، ترم چهار، خب من دو تا رشته میخوندم دیگه، رشته خودم که عروسکی بود، سر کلاس بازیگری هم میرفتم. معمولا نمایشنامه های خارجی زیاد میخوندیم، اتود میزدیم برای اتودهای کلاسی و و و و. بازیگری دو بود فکر میکنم، با دکتر مهدی سلطانی ما کلاس داشتیم. ترم چهار بود فکر میکنم، مطمئن نیستم، یا ترم سه بود یا ترم چهار بود، برای کار کلاسی که حالا کاری ندارم، اینا رو نمیدونستم. از پله ها انداشتم میومدم پایین، یک کلاس تموم شده بود و یکی از دوستان نادر خوشبخت، اون قسمت شد حتما لایو یا میتینگی باهاش میذارم، از بازیگر خیلی خوبه تئاتر و سینماست. نادر بهم گفت که داریوش بیا. خیلی ور میرفتیم تو بازیگری با هم دیگه، چند نفر بودیم توی کلاس، گفت بیا، گفت یه نمایشنامه یه پردست بیا با هم بخونیم. نپرسیدم اسم نمایشنامه چیه، نپرسیدم نویسندش کیه، نپرسیدم. گفت دوتاش نقش داره، شخصیت داره، طاهر و فرید، تو فری باش من طاهر. گفتم بریم.
پرده شیش نمایشنامه پایین گذر سقاخونه بود که اینجوری شروع میشد. من شروع کردم به خوندن. ما اینجا ایم طاهر خان، امری باشه. گفت عرض ما رسید. گفتم خب که حاکم سقاخونه. بله کردی ما خب دیگه یادم یه موقع پیازش کنه میکنم وقتایی هم باطیلش در نمید. خیلی میگم چجوریه ما دو دوره کاپ آوردیم تو پستیوارش هم کلی کرباده کشیدیم ولی اینقدر مزه نداشتیم. کاپ قهرمانی فقط یک بازین نقوه نیم که بذاری سر تاقچه کنارش عکس جستی بندازی. به خودم اومدم دیدم کل اون پرده تموم شد. تیک تاک تیک تاک این پیم پونگ دوتا کاراکتر همشم با تنه و تشر با هم حرف میزنه. واه کیف کردم، اینقدر لذت بخش بود. فهم مادری چیه؟ گفت نمایشنامه هست. فهم مال کیه؟ مال اکبر رادی. ما همش دنبال دیوید ممت و ارزش اینا رو نمیارم پایینا، ولی همش دنبال نمیدونم نمایشنامه های مدرن و پست مدرن غرب و فلان و اینا بودیم. بعد بیخبر بودم از ادبیات خودمون، از نمایشنامه های خودمون، از تاریخ ادبیات دراماتیک خودمون، چیزی که با پوست و استخون لمسش کردم، ارتباط برقرار کردم با متن. گفتم چه خیلی باحال بود. گفت پایی برای همین کار کلاسی دکتر سلطانی این و پرده اولش، که پرده اولش مونولوگه، من جلوی طاهر میشینم، فری جلوی طاهر میشینه و فقط طاهر مونولوگ میگه و این پرده رو کار بکنیم. گفتم آره. ما رفتیم اول کل نمایشنامه رو خوندیم، بعد رفتیم برای این نقشا از تالار وحدت، اون بخش آرشیو لباسش یا آرشیو مرکز هنرهای نمایشی بود فکر میکنم، کارت ملی گذاشتیم، لباس گرفتیم، رفتیم میدون انقلاب، نمیدونم دستمال پیچازی و انگشتر و این چیزا گرفتیم. بعد یکی از دوستامون گرافیک میخوند یا طراحی صنعتی میخوند، کار طراحی صحنه میکرد. کارتون آورده بودیم، رنگ کرده بودیم، جلوش نمیشیم طراحی صحنه کردیم، جلوش نمیشیم مثلا کبابی شمشاد، آرایشگری فلان، این چیزی که نقشایی که موقعیت‌های صحنه‌ای که تو نمایشنامه هست آویزون کردیم با چند تا بند، یعنی طراحی صحنه داشتیم و بعد ما اینو اجرا کردیم. روز اجرا، روز کار کلاسیمون، همه بچه‌ها خیلی ساده و دم دستی انتخاب کرده بودن توی همون پلاتو، پلاتو یعنی همون کلاس. ما گفتیم استاد ما توی اون پلاتو اصلیه که معمولا اجراها اونجا میرفت، گفتیم ما اونجا میخوایم اجرا کنیم. چرا؟ چون ما میخوایم نور ببندیم. گفت باشه. خیلی تعجب کرد. بعد ما بستیم، به هر کسی هم رفتیم بالا پایین میکردیم، به هر کیو که میدیم گفتیم من اجرا داریم، می اجرا ما رو ببینی. اینجوری شد که سالن پر شد. بعد مهدی سلطانی استادمون که اومد دید سالن پره، انگار فیگاه اجرا داریم میریم، گفت میخوای این اجرا رو برید بعد اجرای بعد من بیام. گفتیم اوکی. ما یه اجرا برای مخاطب رفتیم، برای تماشاگر رفتیم، اجرای بعدش هم با استاد گرفتیم، باز نصف سالن بیشتر پر شد. دو تا اجرا ما رفتیم برای کار کلاسی دو پرده ای. ارتباط برقرار کرده بودیم با نمایشنامه، عاشق نمایشنامه بودیم. نمیخوام در مورد ارتباط صرف با نمایشنامه حرف بزنم، میخوام دعوتتون کنم به این که ادبیات دراماتیک ایران رو بخونید. باور کنید با خیلی از قصه هاش، نمایشنامه هاش ارتباط خوبی برقرار میکنید با خیلی از نقش هاش. خیلی گاهی وقتا ما فقط منتظریم یک سری نمایشنامه های خارجی خاص بخونیم، یک سری فیلم های مثلا هالیوودی فلان و اینا مثلا میتونن با نه میرید تو دل ادبیات دراماتیک ایران تو یک سری نمایشنامه ها مثلا نقش فلانی چقدر باحاله، چقدر من خوب میشناسمش. من کل عمرم با فیلم فارسی بزرگ شده بودم از بچگی، بابام عاشق فیلم فارسی بود و ادبیاتی که این نمایشنامه‌ام داره خیلی ادبیات چاله میدونیه، دهه 50 دهه 40 تهرونه و خیلی جذابه دیگه. anyway نمایشنامه اکبر رادی، استاد اکبر رادی. اکبر رادی جزو انگشت شمار نمایشنامه نویسای تاریخ ادبیات دراماتیک ایرانه. یه چهار جلدی ازش هست با عنوان روی صحنه آبی. نمایشنامه پایین گذر سقاخونه توی جلد چهارمه، فکر کنم آخرین نمایشنامه هم هست. آخرین نمایشنامه جلد چهاره. خود نمایشنامه قبلا چاپ میشد جدا، نمایشنامه پایین گذر سقاخونه، الان نمیدونم چاپ میشه یا نه.
anyway هست، میتونید این چهار جلدیش همه کتابخونه ها هست، میتونید بگیرید، کارت ملیتون رو بذارید، چه میدونم دوستایی که دارن عکس بگیرن از اون نمایشنامه و اینا رو با هم دیگه شیر کنید و بخونید. اول نمایشنامه، حالا چرا من این نمایشنامه رو معرفی کردم، مونولوگ شاهکاری داره اول نمایشنامه، یعنی تابلو یک، مونولوگ طاهر آملاخانیه. این مونولوگ هم به درد پسرا میخوره، با اینکه پسر میگه، هم به درد دخترا میخوره. من خودم سپردم به یکی از شاگردام که میخوام دارم باهاش کار میکنم که این مونولوگ رو حفظ بکنه و روش کار بکنه، با اینکه مونولوگ یک آدم، حالا میخونم متوجه میشید، یعنی یک مرد جا افتاده جوون تقریبا پایین شهری تهران مثلا قدیم، ولی به شدت پر از پتانسیل تکنیکای بیانیه، به شدت پر از پتانسیل تکنیکای بیانیه. کاراکتر نشسته سر جای خودش تو قهوه خونه و داره روایت میکنه، داره با فری موبور، با اون دوستش کاراکتر فری داره حرف میزنه، داره یه چیزایی تقریبا داره یه میلی به رفاقت از دلش حالا در میاره. خودتون بخونید متوجه میشید، من الان میخونمه.